سلام، خوش اومدید به دیکته شب. اینجا کلاس مامان بابا هست، قرار کلی مطلب یاد بگیریم. چه مطالبی؟ خب معلومه دیگه، مگه برای ما موضوعی مهمتر از فرزندانمونم هست؟ میخوایم در مورد استعدادهای بچه هامون صحبت کنیم. تو کلاس ما سه تا نیمکت است. بابک به همراه خانومش اومده که 3 سال ازدواج کردن و یه بچه توراهی دارن که میخوان اسمشو بذارن کیان. کلی هم ذوق دارن. علی و خانومش هم یه پسر 4 ساله دارن که اسمش امیر رضاست. اما این آقا مجید، خودش و خانومش معتقدن همه چی رو بلدن، اصلا نیازی نیست به این کلاس ها. خانومش که اصلا نیومد سر کلاس، خودش هم چون دوست کارگردان بود تور درواسی اومده. یه پسر 2 تا دختر داره، پسرش هم چند وقت دیگه وارد دبیرستان میشه. خب خیلی طولانی شد دیگه، بریم سر کلاس. سلام سلام سلام، خوبی؟ بفهمید بفهمید. چه خبر؟ هیچ. خب بریم با اولین دبیر دیکته شب هم آشنا بشیم. آریان حیدری کارشناسی ارشد MBA داره از دانشگاه شریف. روش‌های خیلی خاصی برای تدریس داره، برای این بچه‌هاش خیلی دوستش داره. خیلی مهربونه، ولی خدا نکنه که عصبانی بشه. دیگه جونتون پای خودتون. اول تدریسش هم خیلی دیر میرفت سر کلاس. کارو به جای رسونده بود که حتی اگه نیم ساعت هم دیر میرفت همه میگفتن چه خوب آریان به موقع اومده. خلاصه که دبیر امروزمون خیلی خاص و باحاله. بریم سر کلاس. خب میدونید که اینجا کلاس مامان بابا هست. پس ما یکم متفاوت از کلاس‌های همیشگیمون می‌خوایم بریم. ما همیشه تو کلاس‌هامون معلم‌ها عادت داریم که توی ساید شما بابا مامانا بازی میکنیم، یعنی یه جورای یار مخفی شماهاییم تو کلاس. همیشه بچه ها رو نقد میکنیم، به چالش میکشیم، چه بسا متهمشون میکنیم. هی میگیم آقا حواستون باشه، این بابا مامانه داره زحمت میکشه، براتون تلاش میکنه، جواب زحمتاشون رو باید بدین. اما امروز با اجازتون میخوایم بازی رو برعکس کنیم. حالا که کلاس برعکسه، بازی هم برعکسه. ما امروز قراره که یکم خودمون رو نقد کنیم. خودمون یعنی ما بابا مامان باباها رو. چرا؟ من فکر میکنم که گاهی وقتا هم یه کوچولو خودمون مقصریم توی سری مسائل. آقا ببخشیدا، ما صبح تا شب داریم کار میکنیم، جون میکنیم برای کی؟ برای بچه‌هامون. هر چی هم که میخوان براشون فراهم میکنیم. فقط میخوایم که یه دکتر مهندس بشن. واقعا زیاده. اتفاقا مشکل هم اینجاست. به نظرم ما بیشتر داریم در جهت توقعات خودمون حرکت میکنیم تا در جهت شناسایی استعدادهای بچه همون. استعداد یعنی اینکه خوب درس بخونه بتونه تو آینده پولدار بشه، معنی دیگه ای نداره. اتفاقا این مسئله که شما میگی موضوع امروز ماست. یه کوچولو صبر کنیم، من فکر کنم بحث امروزمون خیلی به درد شما بخوره. من مثال بزنم. تو کشور سوئیس که رتبه 1 کیفیت زندگی تو دنیاست، بابا 20% آدم ها فقط میرن دانشگاه، یعنی 80% آدم ها حتی تلاشی نمی کنن برای رفت. فکر نکنید که میخوان برن نمیتونن. 80% آدم ها میرن پی استعدادشون، حالا استعداد فنی میتونه باشه، هنری میتونه باشه، ورزشی میتونه باشه. اما تو کشور ما حالا به خاطر سیستم آموزشی و نظام آموزشیمون این شکلی نیست. همه دارن میرن دنبال دانشگاه و فلان رشته و اون رشته‌ای که تو بورسه و اون رشته‌ای که ما بابا مامانا دلمون میخواد، و انگار اصلا استعداد و علاقه بچه هیچ نقشی در تعیین ورود این آدم به دانشگاه و انتخاب رشته‌ش رو اینا نداره. این خیلی بده. شما پدر مادرها، ما پدر مادرها مسئولیم در قبال شناسایی استعدادهای بچه‌هامون. یکم علمی با هم حرف بزنیم. اولین بار تو دنیا یه آقایی به نام کلیفتون اومد این موضوع رو مطرح کرد. چی شد؟ بعد از جنگ جهانی دوم کشور آمریکا، مردم آمریکا دچار یک در واقع بهتون بگم افسرگسیختگی، یه سری تنش‌های روحی، افسردگی، اتفاقایی که بعد از جنگ تو کشور رو میفته شدن. در نتیجه مراجعه به روانشناسا خیلی زیاد شد. نظریه‌های روانشناسی خیلی گسترش پیدا کرد. اما کار نکرد. آی کلیفتون، رابرت کلیفتون کسی بود که اومد این نظریه رو بررسی کرد. آقا اینا چرا کار نمی‌کنه؟ این همه روانشناس، این همه نظریه روانشناسی. یه موضوعی رو فهمید. نقطه مشترک تمام این نظریه روانشناسی این بود که
نقطه ضعف آدم‌ها رو شناسایی می‌کردن و سعی می‌کردن اونا رو برطرف بکنن، در حالی که آی کلیفتون رفت سراغ نقطه قوت آدم‌ها، گفت نقطه قوت‌ها استعداد آدم‌ها رو بیایم بسنجیم و اونا رو بهبودش بدیم، یعنی به جای اینکه بیایم بدی‌ها رو ببینیم و درستش کنیم، خوبی‌ها رو ببینیم و گسترشش بدیم، توسعهش بدیم. آی کلیفتون تو بررسی که داشت هزاران استعداد در انسان ها شناسایی کرد، یه مخرج مشترک از اینا گرفت، 34 تا استعداد رو به طور مشخص معرفی کرد. این کتابش هم اینجاست که من توصیه میکنم حتما پدر مادرامون بخونن این کتاب رو. تو این کتاب آی کلیفتون میاد دو تا قانون مطرح میکنه، این دو تا قانون رو خیلی خوب دقت کنید راجع به استعدادها. قانون یک، آی کلیفتون معتقده هیچ انسانی در دنیا نیست که همه این 34 استعداد رو داشته باشه. این خطاب به آدمای کمالگرا، اصلا نداریم کسی تو دنیا این 34 تا رو یه جا همه رو داشته باشه. و قانون دوم برای آدمای منفی نگر خوبه این قانون. قانون دوم، و هیچ انسانی در دنیا نیست که حداقل 4 تا از این استعدادها رو نداشته باشه. حالا مشکل نظام آموزشی ما میدونی چیه؟ آموزش پرورش ما فقط میاد 2 از این 34 تا استعداد رو شناسایی میکنه و اینا رو میسنجه تو مدرسه و بر اساس اون به بچه هامون نمره میده و بعد بر اساس اون ما به بچه هامون میگیم فلانی باهوشه یا خدای نکرده فلانی خنگه یا برچسب میزنیم به بچه ها، در حالی که فقط 2 از این 34 تا استعداد داره در نظام آموزشی ما سنجیده میشه. اگر شما فکر میکنید یه دانش آموزی اون 2 استعداد رو نداره، طبق قانون 2 آی کلیفتون حداقل 4 استعداد دیگر رو داره. من باز تکرار میکنم، ما مسئولیم در قبال شناسایی استعدادهای بچه هامون. استاد من یه بار این 34 استعدادی که گفتین رو توی اینترنت جستجو کردم، اما متاسفانه چیزی متوجه نشدم. آره درسته، ولی من یه توضیح بدم. من قانون 3 هم نظر شخصی میخوام به این اضافه کنم. یه سری از استعدادها هم هست، حالا کتاب خونی متوجه میشین، منم سعی میکنم الان چند تا مثال در همین راستا براتون بزنم. یه سری استعدادها هم هست شما اصلا نمیدونید اینا استعداده، یعنی تو شما وجود داره ولی شما حتی بهش فکر نکردی، یعنی جز علاقمندیات نبوده که بخوای پیگیریش کنی. یه سری مثال جالب از همین 34 تا استعداد که میگم مثلا خیلی‌ها فکر نمی‌کنن همچین استعدادایی وجود داره. مثلا استعداد دستیابنده داریم جز این 34 تا استعداد. میدونین چیه؟ همون سیریش خودمونه. دیدی بعضی آدم‌ها میگن فلانی چقدر سیریشه، پیگیره، ول نمی‌کنه. آقا این یه استعداده، یعنی به جای اینکه مذمت کنی طرفو، این یکی از استعداداشه که میتونه شناسایی بشه و اگه تو مسیر درست هدایتش بکنیم اتفاقای خوبی توش میفته. یا مثال دیگه براتون بزنم، همدلی یکی از این 34 تا استعداده که میگه همدلی. دیدی بعضی آدمای همراهیان، همدلن، آدم غمش که میشه میاد با اینا درد و دل میکنه، شنونده های خوبی هستن، این استعداده در بین انسان ها. مثال دیگه بخوام براتون بزنم، فرد شناس یکی از استعدادهایی که کلیفتون میگه، همون آدم شناس خودمون. میگم فلانی آدم شناسه، مثلا قبل از اینکه یکی رو ببینه یا دو نگاه اول میتونه مثلا راجبش قضاوت های خوبی. بچه اینا استعداده. من مثال براتون بزنم، فرض کنید یه کسی حقوق خونده، خب اصلا ما بیاید از این مرحله انتخاب رشته عبور کنیم، فرض کنیم یکی حقوق دیگه خونده دیگه، الان نمیتونیم کاریش کنیم که بگیم آقا چرا حقوق خوندی. یکی حقوق خونده، با توجه به این 34 تا استعداد میتونه تو علم حقوق بر اساس استعدادهایی که داره شناسایی کنه. ببین خیلی ها فکر میکنن 34 تا استعداد کلیفتون به ما کمک میکنه شغل پیدا کنیم، اینم هست، ولی اصل موضوع اینه کلیفتون کمکت میکنه تو شغلی که هستی جایگاه خوبی پیدا کنی. مثلا شما حقوق خوندی و استعداد دستیابنده داری،
کلیفتون میگه آقا برو وکیل شو، حالا که حقوق خوندی، وکیل این پرونده های سخت فرسایشی طولانی مدتی که شاید هر کسی نکشه اینا رو پیگیری کنه. خیلی خلاصه کلیفتون میگه آقا استعداد همدلیت بالاست، تو که حقوق خوندی تو میتونی بری وکیل خانواده، تو وکیل خانواده خوبی میشی، نرو تو پرونده های مالی، نرو تو پرونده های فرسایشی. دوباره همین کلیفتون میگه حقوق خوندی استعداد فردشناسی بالاست، اصلا وکیل نشو، تو من قاضی شی، تو برو قاضی شو تو که این استعدادو داری. میخوام بهتون بگم که اینا رو خیلی سخت نگیرید، شما میری مطالعه میکنی فهم میکنی چیزای عجیب غریبه، نه، یه سری اتفاقایی که یه سری صفاتی که ما تو زندگی عادیمون هم ازش استفاده میکنیم، ولی گاهی در عین آسونی غفلت میکنیم از اینا، یعنی نمیریم دنبال این استعدادها، دنبال شناساییش. یعنی شما میفرمایید بچه‌مون هر استعدادی داره بذاریم بره، این که حالا اون استعداد میتونه براش پولساز باشه نباشه اینا کشک. شما جز اون دسته از پدر مادرایی هستی که بچه رو تو جهتی که خودت میخوای میخوای هدایت کنی. خب آره دیگه، الان اون بچه سرش داغ نمیفهمه، اگه من بذارم هر رشته دلش بخواد بخونه پس فردا پولدار نشد، نمیگه آقا چرا نذری تو دهن من، اون موقع به من نگفتی، اون موقع کلی از من توقع داره. یعنی مسیر درست همونه که شما میگی. خب قطعاً یه باید درس بخونه دکتر شه یا کاسب شه که بتونه پولدار شه، مثلا به رشته هنری بخونه که چی بشه. باز خدا رو شکر یه را دیگه براش گذاشتی، اینجوری نمیشه. بریم من با شما و بالاخره شما خیلی کار دارم، بریم یه استراحت کنیم، برمیگردیم ادامه میدیم با هم دیگه. آقا مجید جان من اینقدر بچه تو اذیت نکن. برو آقا حوصله نداری. چرا اینجوری کن؟ نمیدونم پسر مال مازیارم؟ آقا این چه وضع برخورده؟ من پسر مازیارم. یه برو بشین اقا اسم بابات هم نیا، آبرون بابار هم تو بردی اقا اسمشون بیاری، یه برو بشین. زنگ دوم کلاسمون رو شروع کنیم. ببینید بچه ها، به نظر من جنبندی آنچه در زنگ قبل داشتیم، حتی اگر بچه ما دانش آموز ما بره به سمت اون رشته‌ای که پول سازه، رشته‌ای که مورد علاقه ماست، رشته‌ای که مورد اقبال جامعه است، حتی ورود هم بکنه، درسش هم بخونه، فارغ التحصیل هم بشه، اگر واقعاً اونو دوست نداشته باشه، من فکر میکنم اون موفقیت اتفاق نمیفته. متاسفانه ما پدر مادرها بیشتر داریم آرزوهای نزیسته خودمون رو از بچه‌هامون طلب می‌کنیم، به جای اینکه اونا رو در مسیر درست استعداداشون هدایت بکنیم. تازه کلی هم سرشون منت می‌ذاریم که آقا من برای تو زحمت کشیدم، من از خودم گذشتم، من فلان کارو برای خودم نکردم تا تو به فلان جا برسی. استاد اگه یه استعدادی رو توی بچه شناسایی بکنیم و متوجهش بشیم، ولی به اینم علم داشته باشیم که این استعداد ممکنه توی آینده به دردش نخوره، اون موقع باید چی کار کنیم؟ ببینید مادر عزیز، من میگم حتی اگر کسی با زور، با اجبار، به هر دلیلی رسیده باشه به اون رشته‌ای که مثلا مورد نظر شماست، مطلوب شماست، اگر واقعا علاقه‌شو نداشته باشه، استعدادشو نداشته باشه، دوستش نداشته باشه، موفق نمیشه. یادتون باشه پدر مادرها، ما وقتی در جهت استعدادهامون و علاقه‌مندی‌هامون تو اون راستا حرکت میکنیم همیشه شادتریم و اون شادی باعث میشه که برای رسیدن به هدفمون مشتاق‌تر باشیم و در نتیجه رضایت بیشتری رو تو زندگی کسب میکنیم. اما من فکر میکنم که سوال شما به طور دقیق بخوام جواب بدم، من میگم هر رشته ای اگر واقعا علاقه‌مندی و استعداد واقعی من اونجا باشه، با یه تلاش درست،
با یه حرکت درست حتما توش موفق میشم، ولی یه شرط داره ها. این حرفایی که من میزنم یه پیش شرط داره، استعداد واقعی رو داریم میگیم. منظورم این نیست که درگیر این خیلی وقتا مهملات فضای مجازی بخوایم بشیم ما، از این صحبت‌های انگیزشی، حالا من نمیگم صحبت‌های انگیزشی بده، ولی دیگه گاهی بیش از حد اغراق شده است. نه، در جهت استعداد واقعی، اینایی که میگن نه آقا خواستن توانستن است، میشه، باید بشه، اگه تو بخوای حتما میشه، اگه نشده لابد تو نخواستی، نمیدونم انرژی بفرست به کائنات، نمیدونم ساطع کن از خودت، حتما میشه. نه، ما داریم راجع به علاقه و استعداد واقعی حرف میزنیم که به صورت علمی باید واقعا رصد شه. استاد دیدی تازگی ها، اگه ما مثلا یه دست داشته باشیم یا دوتا انگوش، خیلی راحت میشیم کارشناس خودرو، میریم به بدنه ماشین دست میزنیم، راحت نظر میدیم. این فکر کنم استعداد 35 کلیفتون بود، یادش رفت بود بنویسیم. دوست من تکرار میکنم، واقع گرا باشیم، علاقه و استعداد واقعی. این موضوع دقیقاً میشه موضوع برنامه دیکته شب که ان شاءالله تو قسمت‌های بعدی خیلی راجع بهش حرف می‌زنیم. خسته نباشید.